سرخط خبرها ارتش روسیه برای قنیمت جنگ افزارهای اوکراین جایزه تعیین کرد صدر اعظم آلمان توافق با ایران در آینده نزدیک را منتفی است. ادعای بولتون خطر درگیری هسته با روسیه بیش از گذشته است فرمانده اسرائیل ایران در سلاش از ما ده یا 20 سال دیگر وجود نداشته باشیم و هر ثانیه 1100 دلار ضرر امضا نشدن برجام برای ایران سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید ارتش روسیه برای قنیمت جنگ افسارهای اوکراین جایزه تعیین کرد مرکز تحقیقات روسیه که مقر آن در مسکو است و به نهاد نظامی این کشور وابسته است در بیانیه اعلام کرد هر نظامی روسی که بتواند نفر بر دمیس را به قنیمت بگیرد جایزه ویژه از ارتش دریافت خواهد کرد این نفر بر از راه دور هدایت می شود و به نوشته پایگاه آمریکایی اینسایدر از تولیدات شرکت میل رم رباتیکس استونی است. حداقل یک دستگاه از این خودروی نظامی در اختیار اوکراین است و گفته می شود در حال حاضر برای انتقال کمک های پزشکی و تخلیه غیر نظامیان مجروح از آن استفاده می شود. شرکت تولید کننده هم اعلام کرد خودروی مذکور قادر به حمل 750 کیلوگرم بار است و به صورت می کاربری آن را به انتقال سلاح و انجام ماموریت های جنگی تبدیل کرد. در این بین روسیه به شدت دنبال دستیابی به یک نمونه از این خودروی نظامی است زیرا خود را در این زمینه عقبتر از دیگران می داند. صدر آلمان توافق با ایران در آینده نزدیک را منتفی دانست اولف شد صدر آلمان در کنفرانس خبری مشترک با یای لاپید نخست وزیر اسرائیل با این ادعا که ایران پاسخ مثبتی به پیشنهادات اروپا نداده گفت در واقع حالا هیچ دلیلی برای ایران وجود ندارد که با این پیشنهادات موافق نباشد و افزود توافق قطعا در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد ادعای بولتون خطر درگیری هسته با روسیه بیش از گذشت است ایرنا از نشریه هیل نوشت بولتون امروز سهشنبه در گفتگو با یک برنامه رادیویی متعلق به شبکه هفت نیویورک دا کرد که خطر بالقوه استفاده از جنگ افزار هستهای برای تغییر وضعیت میدان جنگ نیست بلکه به منظور تقویت موزه پوتین رئیس جمهوری روسیه در خانه است وی در پاسخ به سوال این برنامه درباره اینکه ممکن است پوتین استفاده از جنگ افسارهای حسده ای را تایید کند ادعا کرد اکنون پس از موفقیت اوکراین در شمال در این نقطه قرار نداریم اما در مقایسه با قبل بسیار نزدیکتر به آن شدیم بولتون که به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در سال 2018 و 2019 خدمت میکرد بیان کرد که وی همیشه پیش بینی کرده که پوتین از سلاح هسته استفاده نمی کنن. مگر اینکه نیروهای اوکراینی موفقیت کافی را برای عبور از مرز روسیه به دست آورند درگیری های نظامی بین روسیه و اوکراین به تازگی بالا گرفته و ارتش اوکراین مدعی شده که ضد حملات گسترده ای علیه نیروهای موسکو آغاز کرده است گفته می شود که اوکراین ارتش روسیه را در قسمت شمالی کشور به عقب رانده است مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با ادعای اینکه موقعیت سیاسی فعلی پوتین به خطر افتاده افسود رئیس جمهوری روسیه اکنون بیش از زمان شروع جنگ به درد سر افتاده و ما باید فکر کنیم در مورد اینکه چطور میتوان از این مسئله بهره برد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اخیرا از آزادسازی بخشایی از خارکیف خبر داد و یک مقام منصوب روسیه در این منطقه نیز تایید کرد که نیروهای اوکراین با شکستن خطوط دفاعی نیروهای روسیه پیروزیهایی به دست آوردند فرمانده اسرائیل ایران در تلاش است ما ده یا 20 سال دیگر وجود نداشته باشیم رئیس واحد ایران در ارتش رژیم صهیونیستی ایران یک قدرت منطقه است که در مجاورت ما قد علم کرده و تهدید اصلی علیه اسرائیل است ایران مفهوم امنیت اسرائیل را تا سالیان متمادی به چالش کشد. ایران فعالانه در تلاش از ده یا 20 یا سی سال دیگر ما اینجا نباشیم ایران سال 2000 یا 2010 کاملا با ایران 2020 فرق دارد در سال 2000 احتمال آسیب رساندن به ما از جانب ایران وجود نداشت ایران در 2010 از چند صد موشک غیر زن برخوردار شد اما امروز به زراتخانه آنها بنگرید تعداد موشک های نقطه زن و اینکه چگونه دشمنان ما را مسلح می کنند می